مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرند. خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار ایران در زمین ما ما از یک و که سراسر فرسود هوای وطن از چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت ها بد خدا همه رکت با قامت بلندش یک لحظه پیش چشم من است بر مادیان ابلغ خاکستری ساز شکسته در دستش از کوچه های جنگ جهانی میآید وقتی که سینه تازه از او می شد و شال ترمش را مادر بزرگ در زیر پای او می اندار. در نیزه شکسته آن نورهای رنگی بازار کش می آمد بر اسب ابلغش مثل حضور مه در قصه هماسی آن روزهای گم شده جاری می شد. دستی پر از نیاز در پیچ و تاب عصر جوانی کبریت میکشید کشید شمعی به راه عشق می افرو. از پشت پنجره با قامت بلندش همتای سر و کهنه بازار بود وقتی که چنگ میزد در سیمهای سازش ما بچه های کوچه ورزشگاه بیدار می شدیم در موج موج آوازش از پشت پنجره تصویر مهربانش همراه نورهای مزرست بر سینه بلور یخی می لغزید مادر بزرگ عاشق بود یخ را به روی سینه رها می کرد و زخم کهنه دل غمگینش را می پوشن. بر مادیان ابلغ خاکستری می آمد یک لحظه کوچه ساکت می شد و بوی خاک نمزده می روید در سینه کبوتره تنها از پشت شیشه ها زنهای چشم بادامی در قاب مینیاتور بیدار می شدند بند از هجاب می کندند اوریان خواستن لبریز میل مادگی از پشت شیشه ها بر قامت بلندش می پیچیدند مادر بزرگ معصوم پانزدهم دروازه دلش را می بست و خواهش زنانگیش را میکشت با قامتی بلند یک لحظه پیش چشم من است ساز شکسته در دستش از کوچه های جنگ جهانی می آید. در کوچه قدیمی ورزشگاه دیوارها به یادش می گریند. مادر بزرگ تور سپیدش بر سر بر پشت مادیان در حرم نورهای مزرس گم می شود زنهای لخت باری دیگر به قاب خاطره ها برمیگردند و کودک غریب در میزند به پنجه اندوهش اینجا سپیده سر زده است آنجا ولی روی کوچه می ریزد علی رضا نوری زاده دوشنبه 16 آذر هفتم دسامبر به شما سلام می کنم. چرا این شعر رو خوندم؟ این رو روزی که به در بزرگم رفت سرودن میزا عبدالله خان چیتگر مردی که سازش جگر رو پاره می کرد و آوازش دل را به پرواز در می تصویری که مادرم ازش میداد موقعی که نظامی بوده بر مادیانش می آمده و مادر بزرگ واقعا محسوم پانزدهم بود در کوچه قدیمی ورزشگاه نمیدونم از صبح به یادش بودم همینجوری گفتم حداقل کاری که میتونم بکنم برای که خودمم به خود آروم بشم شعری رو که در روز رفتنش سروده بودم بنویسم آخرین باری که دیدمش آمد به بلژیک منزل خالم و رفتیم اونجا برای آخرین بار برای ما خوند اون صدای زیباش شعری از حاج میزا حبیب خراسانی امروز امیر در میخانه توی تو خیلی قشنگ ضبط کردم و دو سه روزی با او بودم و روی هم رو بوسیدیم نوه اولش بودم خیلی منو دوست داشت و رفتیم و بعدم او رفت یه خبری شنیدم که چقدر این خبر زیبا بود مسجد مسلمان ها رو در استرالیا آتیش زدن کنیسه رو باز کردن یهودیان گفتد بیاید و نماز رو اینجا بگذارید مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه آن روز که رفتن حریفان پی هر کار حاجی به رهی کعبه و من جانب دیدا واقعا همین بوده او خانه همین جوید و من صاحب نگاه کن مسجد آتش گرفته مسیر آتیش میداره میریم می سنگال از اونجا میریم به کلیسا فرق نمیداریم اگه تو جست جوگر خدا هستی سقف و چار دیواری و سنگ که نباید برات فرق کنه اگر معبران دین تعبیر و تفسیر کنندگان دین از نوع شیخ احمد قبانچی بودن دکتر سروش بودن اگر اینا بودند مشکلی با دین پیدا نمی کردیم دینم اگر آقای شریعت مداری بود دینم در کنار زندگی ما جریان داشت هرچه من گوش میدم به احمد قبانچی به عظمت و شجاعت این آدم بیشتر پی میبرم خیلی آدم شجاعیه، خیلی آدم شجاعی یک تفسیری داره درباره این که پیامبر خاتم انبیا اصلا بی‌نظیر گوش کردنش یا در مورد تعدد همسران پیامبر و همینطور مسئله که راجع به خلافت حضرت علی داره و اینکه چرا ایرانیا دشمنی دارن در میان اهل سنت و خلفا فقط با یک خلیفه چرا این همه داستان های دروغ و دقل برای او ساخته شده فوقلاد دست این انسان واقعا آرزو میکنم سلامت باشه و جانوران تعصب او رو آسیب نرسونن این خیلی برای من مهمه گفتم اون روز یکی از دوستان ایراد گفته بود از من تو فیسبوک که آقا ما خیلی تو رو دوست داریم من و همسرم تو رو نگاه میکنم. ولی چرا میگی مقام معظم رهبری؟ گفتم بهش دوست من دوست من یه چیزی هم در زبان فارسی داریم به نام زم شبیه به مد و مده شبیه به زم و هر دو اینا توجه کن باری چه می گذرد بر ما چه می شود بر ما که یک پزشک یک پزشک یعنی اون که قسم نامه بغرات رو خورده پزشکی مریضی که 150 هزار تومن نداره بهش بده یه بچه دستور میده بخیهی که به چانش زدن بردارن و چانه رو دوباره باز و خونین کنن براتون اینجا بارها رو گفتم راجب پزشکایی که من میشناختم و نمادهای پزشکی بودن از اون بچگی دکتر شیخ حسن خان عاملی در مشهد این مرد بزرگ این مرد جبل عاملی در واقع این مرد بزرگ پیرمرد مرد اون زمان مدام خیلی پیر بود در همون مطب بشی پاراون داشت مریضا رو اون پشت ماینه میکرد این طرف هم سندلی بود همه میشستم مادرم مثلا منو میبرد میشستیم هفتش ده تو از این روستایی بودن کراواتی بود کارمند بود همه نشسته بودن دونه دونه صدا میزد و اون روستایی هم که میدونست پولی نداره مثلا یه رو مرغ براش می آورد دارو هم خودش بهش میداد این یه طبیب بود بعد دکتر حفیزی رو دیدیم باز از کودکی این مرد بزرگ وارسته که پزشک خانواده ما هم بود من چه از او بگویم چه چیزهایی از او دیدم دکتر خسروانی که دکتر فرزندانم بود و پزشکای متعددی که من در طول زندگی باشون برخورد کردم و چقدر اینا براشون اهمیت داشت التزام به اون سوگندشون رسیدن به بیمار اینکه داره نداره هیچ مهم نبود اسلام ناب انقلابی محمدی ولایی جزو صفات ارزنده ای که برامون ورد دزدی فساد اعتیاد فحشا جدا همه اینا که بارمون بود یکی دیگه ما رو از هویت انسانی خودمون خالی کرد اگر انسان از هویت انسانیش خالی نشه نمیره مثلا سر هموطنشو کلا بذاره نمیدونم چی بود گلد بود درست بکنه کلا بذاره سر مردم سکه بده بعد مردمو رو به روز سیاه بنشونه بره دبی به اسم خونه سازی یه عده بدبخت رو بهشون خونه بفروشی به زد دره اون وقت وقتی قضیه جنبه هم جسمی پیدا میکنه هم روحی خطرناکتر میشه شما پول یکی رو میخوری خب روحن اذیتش میکنی ولی بخیر از چونه یه بچه برداشتن این, این جنایتش واقعا داعش هم همین کارو رو میکنی ببینید اینقدر خودمون رو تاخچه بالا نذاریم نخ ما ما اینجوری است ما شیعیان مرتضا علی ایرانی تمدن 2500 ساله ما اصلا از, از این کارا نمی کنیم اصلا ما خیلی آدم های هستیم ما فقط میریم تو عروسی تو اصفهان به زنان شوهردار و دختر و خواهر جلوی پدر و مادر و شوهر و خواهر و برادرشون تعرض میکنیم ما حالی این حرفا نیستیم ما, ما اصلا هستیم ما که نیستیم ماها نیستیم همین یه ملت بدبختی رو که تو مصیبت و آسیب توهین بهشون میکنیم و خودمون رو تبرئه این آقای دکتر ایرانی بودن نگاه کنیم به تن بغرات در گور لرزید زخمی به عرض چار سانت و عمقی بی انتها دو هفته پیش صدرا زاهدی پور چهار ساله و مادرش به خاطر شکاف چانه به اورژانس بیمارستان آیت الله اشرفی اسفهانی مراجعه می کنند و کادر پزشکی چانه صدرا رو بخیه می کنه. مادر صدرا از پرداخت هزینه 150 هزار تومانی بابت بخیه ها اظهار ناتوانی میکنه و پزشک در کمال ناباوری دستور میده بخیه های تازه گره خورده از چانه صدرا بیرون کشیده بشه صدرا با چانه شکاف خورده و خونین راهی خانه می شود دانشگاه علوم پزشکی در درجه اول به نوبه خودش و من به نمایندگی از دانشگاه پوزش می خوام پلاستیک بیمار را دیدن و اقدامات درمانی بیمار به عنوان یک وظیفه و تکلیف قانونی و اخلاقی بر عهده ما هست این پزشک و پرستار مربوطه به اضافه سوپروایزر وقت بیمارستان و مسئول شیفت اورژانس اون بیمارستان در اون ساعت هر چهار نفر به دادگاه تخلفات اداری به عنوان معرفی شدن جهت بررسی و خارج از نوبت پروندهشون رسیدگی بشه دستور دادیم حتما امروز یه تیمی از نزدیک برن و تحقیق کنن حتما هم اگر که کسانی متخلف باشن باشون برخورد خواهد شد این آقای هاشمی وزیر بهداشت آدم خوبیه من جاهای مختلف دیدم که عملکردش رو تعریف میکنه ازش بعضی از آقای هاشمی یه سوال دارم اینکه چهار نفر متخلف به دادگاه معرفی بشن دادگاه اداری حالا برکنار بشن جریمه بشن زندان بشن این چاره این درد نیست یه چیز اساسی تر رو باید بهشون بپردازید اینکه بیمارستان ها به صورت تجارتخانه خانه در آمدن شما وقتی به بیمار میگه آقا برو داروی بیهوشی خودت بخر برو شمس و برو نمیدونم محله عربا اودلاجان برو اونجا داروی فلان رو بخر بیار و بعد پزشکان تبدیل به تجار شدن توهین نمیکنم به همه پزشکان من گفتم پزشکای با شرفی دارم یه دوستی دارم که اتفاقا آمده بود و من در سفر بودم تلفنش رو میس کردم یک دوست نازنین علی عزیز که اینجا پزشک بود بعد رفت به ایران حالا هم در یکی از شهرهای شمالی یک انسان کامل یک انسان درست که همه جور من بهش اعتقاد دارم و خیلی پزشکای دیگه دوستان عزیزی که داشتم اینا پزشکای خوبی در ایران هستن هنوزم هستن اما اصل اساس رو اساسی رو بعد از یاد نبود وقتی مملکتی همه تاجر میشن یه براتون نقل کنم به یه پزشکی بحث بود که آقا بنزین داره هزار تومن میشه گفت ده هزار تومن بشه برا ما که فرق نمیکنه من همینجوری فکر کردم برای ما فرق نمیکنه یعنی من ده هزار تومن از مریض میگیرم چقدر جامعه باید سقوط بکنه چقدر اخلاقیات یه جامعه باید فرو بریزه اون واقعا حرف عزت علی رو باور دارید اناسو ناسو دین ملوکه واقعا همین جوره دیگه گفت شیخ دوز دو شاخ دوز دو شهنه دوز اینجوری باید بگیم دیگه البته بیچاره شاهی الان وجود نداره اینا همه شاه شدن واعظ توزی شاه برای خودش دیگه گفتم به اینا بگیم آدم یه دفعه این وسط یه ای آدم, آدم خوبم که میبینه میگه حتما قدرش رو بدونی شنبه دیدم که طلال سلمان سردبیر از صفی رفته ایران و یه سری هم زده به روزنامه اطلاعات. اتفاقا آقای خاتمی هم اونجا بوده چون آقای دعایی وقتی آقای خاتمی ریاست جمهوریش تموم شد ظاهرا گفته بود اتاقی که شما اینجا داشتید مال شما هست یه اتاقی برای آقای خاتمی گذاشت تلال سلمان وقتی میفهمه به سرعت میپره و با آقای خاتمی مصاحبه میکنه آقای دعای دعایی هم عکس این دیدار و متن مصاحبه رو صفحه دوازده یا شونزده روزنامه چاپ کرد آسمان به زمین آمد ستونهای اسلام لرزید بیزه مبارک اسلام ترکید اصلا, اصلاً عجیب غریب شد بقا معظم خوابشون نبرد و حسین بازجو یه مقدار بیشتر اصاره کوکناک مصرف کرد عکس آقای خاتمی رو دید دیگه شوهر ننشه دیگه وقتی دید اصلا دیوانه شد سفر رو برداشتن تو سایتشون یعنی اینقدر فشار آوردن دعایی وکالت مجلس رو که به خاطر خاتمی از دست داد حالا همین روزنامه مونده اونم اگر اینا میدونستن واکنش تندی نداره ازش گرفته بودن ولی اون اینقدر برای خودش محبوبیت دست و پا کرده که خب نمیتونن به همین راحتی هم ورش دارن ولی شرماوره در یک کشوری فردی که دو دوره رئیس جمهوری بوده برای این نظام بی آبرو آبرو خریده این نظام بدگل زشت چه بگویم صورت رنجاورش رو بزک کرده روش مالیده ابروش رو کشیده پود زده قیافش رو قابل تحمل کرده هشت سال برای جهان اون که تو همه هشت سال پدرش رو در بردن قطعای زنجیری چه کارهایی که نکردن با این همه چاپ عکسش تو روزنامه اطلاعات که مدیرش دنبال تیراش نیست میخواد محترم بمونه اینقدر اینا رو برا شفته میکنه محسنی اجعی زنگ میزنه علوی زنگ میزنه تائب زنگ میزنه تهدید میکنه از دفتر مقام معظم رهبری تماس میگیرن سفر رو بر ولی واقعا ما به کجا رسیدیم خود طلال سلمان حالا برگرد بیروت چه خواهد نوشت در این گیرودار بحث اینه که دروس علوم انسانی رو بله همین تصویر آقای خاتمی در روزنامه اطلاعات علوم انسانی رو از سلسله درس های دبیرستان دارن بر دارن. یه بار آقای خامنه ای گفتن که بله این چه معنی داره علوم انسانی بله ما علوم انسانی نمیخوایم. ما یک جانور شناسی رو باید همچین گستردش بکنیم که جانورانی که الان بر ما حاکمن بشناسیم خوب مثلا شما واقعا احمد خاتمی رو باید دوره دکترا براش گذاشت که اولا انسان چرا میتونه این ریختی بشه چشمای آدم چجوری میشه به این شکل در میاد چون واقعا نیات میزنه تو صورت شما مرحوم شریعت مداری تو روحانی یاتونه یایتون ملاحت زیبایی آرامش خود خاتمی نگاش کنی اینا رو مقایسه بکنید با اینا ولی شما خلخالی رو که میدیدید شرارت ناجوانمردی بی ایمانی بی دینی خباست همه چی توش آشکار بود احمد خاتم. خب دوره جانور شناسی دوره احمد خاتمی شناسی دوره خلخالی شناسی دوره لاجوردی شناسی اینا رو باید تقویت کرد علوم انسانی رو باید برداشت خوب میگه صادق زیبا کلام که آقا اینا اومدن علوم انسانی رو اسلامی کنن حالا چون شکست خوردن میخوان به کل ورش دارن ولی اینا نمیدونن تمام علوم فضایی و غیره رو بیارید علوم انسانی اون علمی هست که یک جامعه رو میسازه تاریخ ادبیات فلسفه است حکمت منطق اینا جامعه رو میسازه اینا علوم انسانیه شعر ادبیات و اینا هنوز شعورشون نمیرسه درک نداره درک نداره که علوم انسانی تکوین دهنده شخصیت آدم هاست در یه جامعه که علوم انسانی معنا نداشته باشه همینه که داریم مشاهده میکنیم همین هشل است که در برابرش هستیم در آمریکا سرانجام آقای اوباما به نوعی اقرار کرد که این حادثه ای که اتفاق افتاد در سن برناردینو سن برناردینوی لس آنجلس در کالیفرنیا این یک کار تروریستی بود و من هر چی فکر می کنم اون اگر کسی هم متمایل به داعش یا هر دستگاه دیوان سالاری اسلامی بشه چرا معلولین چرا آدم های بیگناهی که دستشون از دنیا کوتاه چرا اونها رو بکشه این نشون میده که این اسلام ناب هیچی نداره نه شرافت نه انسانیت نه هیچی نداره یک مش کل خشک جامد یه مش نس و ورداشتن بدون توجه به زمان نزول این نس و دلایلش اینو گرفتن دستشون سر میبرن آدم میکشن تیر بده. اون دختره بدتر از اون که عاشق بغدادی بوده دو سال و نیم پیش از پاکستان اومده از اون جامعه بسته پشت تو امریکا خونه داره زندگی داره شوهرش کار خوب داره بچه دار شدن حاضر میشن این بچه یتیم بزرگ بشه و اینا برن و این جنایت رو انجام بدن بسیار تلخ بود توی انگلیس هم چاقو زدن اینجا هم همون کار خواستن تو خیابون را حالا فلسطینیا با اسرائیلیا با چاقو به جان هم افتادن اینجا هم تو خیابون بیان و چاقو بزنن این هم یکی از اون مصیبت است که غرب الان دوشاش و ایسکا اندرگراند نگاه کنید فیلم هم گرفتن با چه وضع فجی Drop Where is the idiot, man? Uh. به چه دنیایی دارم داریم نگاه میکنیم واقعا دلم میسوزه برای فرزندان و نوادگانمون به چه دنیایی دارم میرم درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم یکی از دوستان ایراد گرفته بود به من آقا شما چرا آهنگ ارمنی پخش نمیکنیم پخش کرده بودیم حالا به خاطر گل روی او یکی دیگه هم پخش میکرد. و درود دوباره چقدر دارنگ قشنگی بود این ارمنی ها در زندگی همه ما ها آدم های خیلی خوبی هستند. تو اون روزهای بحرانی و انقلاب و غیره تو کوچه اطری یه موسیو بود دکی داشت کوچیک. خودشم دختر انگور رو میانداخت و خب مشتری هایی هم داشت میومدن بعضی هاشون شبیه همین آقایی بودن که تو این فیلم سبیل خیلی پرپشتی داشت جایی بود که آدم بره درد دل کنه و درد دل بشنوه و خیلی جالب بود همه نگران بودن خمینی داره میاد مملکت عوض میشه اسلامی میخواد بشه اینا با خون گوش میکردن و وقتی بعضی وقتا موسیو گفت آره ما از این بدترش هم ملت ما تجربه کرده میانو میرن ولی ما میمونیم ما ریگ تای جوی هستیم پسرش رو از دست داد و کمرش شکست خدا برای هیچ پدری نیاره واقعا واقعا نیاره که فرزند از دست بده که شکسته شدن ها رو من مشاهده کردم دیدم من از طرفداران یا علاقمندان آقای رجب طیب اردوگان نیستم به هیچ وجه اصولا اسلام سیاسی رو من رد میکنم با تمام قدرت اسلام سیاسی یعنی حق بازی یعنی دکون یعنی اخبار مسلمین یعنی حزب الله حزب شیطان اسلام سیاسی یعنی همین اما در این مورد به حق میدم زنگ زده به آقای روحانی برادر ما بالاخره دو تا همسایه دوستیم پلان این بازیایی که شما در آوردین تابناک و سخنگوی وزارت خارجه و روزنامه حسین بازجو حالا اون نگفته حسین بازجو ولی گفته روزنامه نماینده ولی فقی اینا چی شما می نویسیم؟ این عکسی که پسر من گذاشتن روسا که معلوم شد جگر فروشی تو استانبول دو تا برادرن جگر فروشی دن. شما چرا انقدر جوش میزنی؟ آخه نذارین دهن ما هم باز بشه بگیم داعش رو کی درست کرد نذاریم بگیم چرا تا حالا داعش تو ایران هیچ کاری نکرده این خبرای جعلی که 50 تا داعش گرفتیم این هم اینا هم اینا دروغه 4 تاشون هم ما گرفتیم نه شما که ایرانی بودن خب صحبت میکنم بعد میان اینا خبرگزاری فارس تکسیب میکنه اصلا گفتگوی صورت نگرفت بعد مجبور میشه تایید کنه بعد حرف هایی که اردوگان زده درست نبوده آقا ببین حساب خیلی دو دو تا چهار تا ببری مال مسلمانو چون مالت ببرند داد و فریاد برایی که مسلمانی نیست خودت رفتی تو عراق سونیا رو کشتی کردای مخالفتو زدی شیعه های مخالفت زدی بعد حالا میگی چرا ترکیه نیرو برده به همون دلیل که دو بردی به همون دلیلی که سپاه پاسداران رفته ترکیه هم رفته اونم هم, مرز عراق یه مصیبت دیگه هم داره که پیک ایک است که توی عراق هستن نیروهاشون تعدادی از نیروهاشون و بنابراین ناچاره برای امنیت خودش مرزهاش رو تأمین کنه امنیت بده به مرزهاش آقای بارزانی رئیس اقلیم و رهبر حزب دموکرات کردستان اراق با این مسئله موافقه این نیروها اومدن کردها رو آموزش میدن سنی ها را آموزش میدن واحدهایی که آقای اثیل نجیفی نجف فرماندار سا استاندار سابق موسل داره اونا رو آموزش میدن آقای اثیل نجیفی هم میگه آقا این مربوط به حالا نیست از زمان مالکی آخراش دست به دامن ترکا شدن ترکا هم این نیروها را فرستادن الان جابجا جا کردن واحد های رو بردن واحد های رو جا شو بردن. آقای حیدر العبادی میاد میگه بله نیروی خوا... آمریکا نباید نیرو اگر اگه آمریکا نفسه که تو فردا سرنگونی اگه آمریکا مراقبت نباشه که فردا میخورن اونجا از صاحب احلق میذاری تو سرکار باشی اصلا داعش رو فراموش کنی بعد میاد ایشون 48 ساعت وقت میده به ترکیه بره اینو یک دولتی میگفت که حاکمیت داره نیرو داره سربازاش فرار نمیکنن از جلو داعش آدم قبول میکرد ولی جنابالی نباید این حرفو بزنید بعد آقا جان اهل سنت در عراق نگرانن هشت شعبی که رفته شیعیانی که داوطلب شدن از داعش بدتر با مردم رفتار میکنن آقای جبوری رئیس پارلمان عراق یک شخصیت بسیار برجسته ایه من هیچ وقت فکر میکنم یه آدم جوان اینقدر با تجربه و با دانش باشه میگه آقا یک مجموعه درست کردم میگه خیلی خوب قرار بسیج بشن اجازه بدید سنی هم برن بجنگن اشایر سنی میخوان مگه صحوات ثابت نکردن چقدر خوبن آقای مولو اغلو وزیر خارجه ترکیه میگه که سیاست فرق گرایانه ای ایران این رئیس جمهور عراقی که گفته بودن نیروهای ترکیه در مرسل نقض قوانین بینالمللی است از آقای فعاد معصوم آدم تعجب میکنه کدوم قوانین بینالمللی حاج قاسم سلیمانی رنبای ولی فقی اجازه گرفت از قوانین بینالمللی عبور کنه آقای چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه میگه سیاست های ایران خطری برای منطقه به شمار میرود ما اختراف های عمیقی با ایران در مورد سوریه داریم او در مصاحبه با شبکه دوم تلویزیون ترکیه میگه همواره از ایران حمایت کرده و خواهان مناسبت خوب با ایران بودیم ولی تهران باید از افتراع و اتهام زنی خودداری کنه آی رضایی چرا هایی میزنی که از قدر و وزنت کم میکنه آقا فرمودن که ما اسناد و فیلم های مسیر نقل و انتقال محمول های نفتی را که داعش به ترکیه میفروشد در اختیار داریم چرا حرف میزنی منتشرش کن چرا منتشرش نمی کنی آقا عادت کردید به دروغ و گندگویی همه عادت کردید از بزرگ تا کوچیکتون فقط دهان رو باز میکنید و این حرفا رو میریزید بیرون خب بده این براتون بی اعتباری میاره این ارزش براتون نخواهد گذاشت آقای شیخ علی اکبر هاشمی بهرمانی هم ملقب به رفسنجانی از صدا و سیما انتقاد کردند که هیاهو و تفرقای سیاسی و رسانه های وابسته به بیت و بیتفاوتیشان به موضوع حق و ناس حق و ناس بودن رأی مردم خلاصه خیلی بده ایشون میگه حکومت اسلامی مردمش را آزاد میگذارد جامعه را محدود نمی کند عجب شما اسلام که اسلام رو که گذاشتید کنار حکومت یعنی مردم رو محدود کردید تکلیف بهایی معلوم نیست دیگه مسیحی زرتشتی یهودی ها یه اجازه دارن یه نماینده انتخاب بکنن چرا زرتشتی نباید نامزد بشه برای همه ایران چرا آقای دکتر ملکپور نماینده همه ایران نشه چرا چرا نمایندگان نماینده کلیمی ما خیلی هم آدم برجسته ای بود نماینده همه ایران نشه نماینده مسیحی از همه ایران نمایندگی داشته باشه نه آقا ما داریم اسلام رو پیاده میکنیم اینا اهل زمن انایت میکنیم اجازه دادیم اینجا زندگی بکنن نفس بکشن اونایشون هم که اهل زمه نیستن بهایی ها بودایی سیک ها اینا خب همین خدا رو شکر بکنن فقط اینجا میذاریم نفس بکشن صداشون هم دراد میبریمشون زندان هفته هفته میکشیم یا شکنجهشون میدیم بله ولی خیلی جالبه آدم اینا هم که میبینه تعمل میکنه هیچ وقت اینا یه بهایی رو نتونستم بیارن تو تلویزیون اعتراف بکنه بگه من جاسوس بودم عامل بودم این اعتقاد و ایمانشون بسیار محکم گفت در ده چومن یکی مسلمان نبود محکم تر از ایمان من ایمان نبود بله میگه که شعر معروفی که مال ابن سیناست در ده چون من یکی مسلمان نبود مخکمتر از ایمان من ایمان نبود بعد مصرهای سه سوم شیارم رفت پس در همه دهر یک مسلمان نبود حالا اینم داستان ایناست که حداقل در اعتقادات و باورهای خودشون انقدر محکم هستند میستند حالا ما شیعه ها رو شلاق اول که خودیم آقا بگو قربون چی میخوای بگم هر چی دوست داری میگم نوکر ولی فقیم چشم میگم هر چی شما میخواید بفرمایید من میگم من در خدمتونم راستی یه چیز رو براتون بگم من به شدت نگران این بچه های بچه ها چی سرس کنم میان سالان مجاهد و خانم و آقایون مجاهد و پیرانشون هستم که گرفتار شعبده مسعود ولی فقید در اردوگاه لیبرتی هستم خوشبختانه با یکی از این انسان ها ارتباطی پیدا کردم و امیدوارم در یکی دو روز آینده گپ و گفت شنیدنی و دیدنی با ایشون داشته باشم بله به هر حال آقای حاشمی رفسنجانی از اینکه فشارها بر مطبوعات زیاد شده و داریم همینجوری کاری میکنیم که دنیا هم با ما بد بشه انتقاد کردن و گفتن اینقدر هیاهو و تفرقه سیاسی به راه انداختید که چی اما برای اینکه خودشو صاف بکنه نگاه رهبری به این موضوع بسیار بلند عمیق و همه جانبه بود نه قربونه. نگاه رهبری همین بود به خاتمی به روزنامه های اصلاح طلب به شرق ها گفتم روزنامه شرق اسفند دود کنید لازم گوسفندم بکشیم بعد از چارده سال آقای محمد ازا تابش خواهرزاده آقای خاتمی نماینده مجلس به صدا در اومدن. یه مقاله در شرق نوشتن گفت اصلا برای مژده جانفشانم جان فشانم رواست آقای تابش حرف زده خیلی عجیبه من فکر کنم ایشون سه چهار دوره دیگه هم نماینده مجلس باشه و یه جمله نگه ولی گفته بله آقای رفسنجانی میگه که با وجود گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر شفافیت و طلبی اقدامات از ایران به دلیل منافع باندی و جناهی با تیترهای تردید افکن سعی میکنن جامعه را ناامید کنن که البته اشارش به حسین بازجو و روزنامهش و روزنامه دار و دسته احمدی نژاد بود این روزنامه وطن امروز هم واقعا, واقعاً روزنامه دیدنی شده و هر روز تیترایی که میزنه خب جالب اما بریم سر آقای روحانی آقای روحانی امسال به مناسبت مراسم 16 آذر در دانشگاه سنتی شریف با دانشجویان دیدار کرد خیلی دل دانشجو پره بعد از سال 88 و جنبش سبز بلایی که سر دانشجو آوردن قبلا ستاره دار میکردن میگفت حالا یه ستاره دو تا ستاره به ستا میرسید اخراج میکردن الان ساموار ستا که روشاخشونه زندانم میتونه پشتش باشه محرومیت از شغل محرومیت از زندگی محرومیت از نفس کشیدن آقای روحانی اومده دلجویی بکنه چون به هر حال این مقام ریاست و یه مقدارش هم به دانشجوها مدیونه اونایی که اومدن تو هم روزای آخر فعالیت کردن شلوغ کردن مبارزه کردن که مردم برن به ایشون رک بدن ایشون میاد میگه که اگر دقت بکنید الان این مراسم رو با هم میگیریم دو سه سال قبل این کار رو نمیشد کرد چه منتی چه منتی بله حالا یه خود حرف آقای روحانی رو گوش بدیم بعد لبراه صحبت همیشه انتقاد منتها انتقاد دلسوزانه کار دانشجوز کار دانشگاه و ما باید استقبال کنیم از نقد دانشجویان این صحبت های رئیس جمهور در مراسم امروز روز دانشجو شاید بیشتر ناظر به صحبت های ابتدایی نمایندگان تشکل های دانشجویی بود که عمدتا با لحنی نقادانه به بیان دیدگاه های خود پرداختند. رئیس جمهور یکی از نقاط قوت نظام جمهوری اسلامی را انتخابی بودن همه مسئولان و پاسخگو بودن آنان در برابر مردم دانست و گفت اینک برخی اوقات گفته می شود در ایران برخی مسئولان انتخابی و برخی انتصابی هستند. یک تهمت است زیرا همه مسئولان در جمهوری اسلامی با انتخاب مردم بر سر کار می آیند آقای روحانی استقلال دانشگاه ها آزادی عزیزم آقای روحانی چرا یک ذره انصاف نداری دانشگاه استقلال دارند. رو خودشون میتونن تعیین کنن میتونن برن دوباره برن و مثل اول انقلاب رو دانشگاه دانشگاه رو تعیین بکنن ملک رو میشه دوباره رئیس دانشگاه کرد ببینید یه حرفای آقای روحانی میزنه همه نهادهای رژیم انتخابی قربون انتخاب مجلس خبرگان برم از این جیب تو این جیب آقا اینا رو ور میداره تو این جیب بعد میگه حالا من انتخاب کنید نظارت بر عمل کردن بکنید احمد خاتمی میگه بنده چی هستم قربونت من چی هستم که نظارت بکنم من نوکر شما من بوسم شما منو از یه ملای بی سواد توی قوم دوزاری ورداشتی و وردی اتومبیل ضد گلوله دادی پاسدار دادی ده میلیارد بودجه بهم دادی من وقت بیام از شما انتقاد بکنم شما دلاکم هم تو همون میخوای خود من احمد خاتمی میام برای تن میشورم کیسه میکشم جنتی الان رژیم گذشته بود جنتی کی بود اولا تالو مرده بود به طور قد اگر هم زنده بود توی قوم مثل شیخ محمد یزدی با هم دیگه کاسه دستشون در خونه این که آبگوش بگیره حالا پسرش وزیر خودش اینجوری یه پسرش خاننده به اون پسر خزالیه یه پسر به حال وزیر یه پسرش هم تو کار رسانه خودش هم که ماشاءالله پشت مجلس خونهش چه زندگی. عروسشون هم تو انگلیس داره دکترا میخونه خب بد نیست گفت توی پاریس آقای مرتضوی رو دیدم با بانو قدم میزدن پشت شانزلیزه آشتی کردن چون خانم یه موقعی قهر کرده بود با ایشون پیغامم داده بود گفتم آقای مرتضوی کار نکنی کی بکنه آدم کشته جنایت کرده دزدی کرده مورد تشویقم قرار میگیره بهش یه مدالم میدن مدال خدمت آقای روحانی اما حرفی رو زد که من فکر کنم دو سه روز قبل خدمتون عرض کردم و اون مسئله نوع نگاه به انتخابات به حرف ایشون دقت کنید میگوید که میگویند که من نسبت به شورای نگهبان نظر خاصی دارم نظر من نسبت به شورای نگهبان همان نظر قانون اساسی است قانون اساسی شورای نگهبان را ناظر میداند ما هم ناظر میدانیم و شورای نگهبان فقط میتواند بر انتخابات نظارت کند شورای نگهبان چشم است و چشم نمیتواند کار دست را بکند نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملا توجه کرده و عمل کنیم 25 تا نماینده یا هم, هم آخوندن در مجلس نامه نوشتن که بر اساس قانون اساسی نظارت شورای نگهبان استثوابی است و شامل مراحل اجرایی هم می شود او روحانی میگه نه و همونطور که بهتون گفتم مسیر انتخابات تا الان بر این رواله که اصلاح طلبا معتدلا حالا هر چی اسمش رو میذاریم یه فهرستی تهیه کرده اینو وزارت کشور میدن وزارت کشور هم به این شورای بحث و فخص در باره ای سباب غفرات میگوید که برن تحقیق کنه اونا هم با وزارت اطلاعات تحقیق میکنن وزارت کشور تحقیق اونا که تموم شد و گفتن این فرد بلا مانه است وزارت کشور انتخابات رو برگزار میکنه شورای نگهبان میپره وسط مقام معظم رهبری هم پشت شورای خودش رو میگیره نوکرای خودشانمه. خب همه نوکراشن خبرگان هم نوکراشن به هر حال پشت اونا رو میگیره در نتیجه اختلاف بالا میگیره به این نکته میرسن که آقا یه کمپرومایز بکن کمپرومایز بکن کمپرومایز هم این میشه که بیان بشینن اینا یه تعدیلی در فهرستا بکنن شورای نگهبان هم کوتا بیاد در مورد بعضی و مثلا یه مجلس چند شکله درست بشه مجلس رو از این حالت کوچک بیرون بیارن یه چهار تا صدای دیگه هم بهش اضافه بشه تو سخنرانی آقای روحانی جالب بود دانشجو اغلب دهانشون رو بسته بودن چسب زده بودن روی دهان و شعار میدادن و حتی صحبت هم کردن آقای روحانی البته معتقد بود فضای دانشگاه سال 94 با سال 92 فرق داره حداقل ظاهرش بله ممکنه فرق داشته باشه روحانی میگه هنوز هم فضا اگر امنیتی باشد من نمیپسندم من فضای امن میخواهم نه امنیتی بعضی از شعارهای دانشوان بسیجی هم اونجا بودن از حقوق بگیران که شعار میدادن مرگ بر فتنهگر و به آقای خاتمی ناسزا میگفتن واقعا واقعا میگم باید به خاتمی ناسزا بگم رئیس پلیس فنای کشور سردار سید کمال هادیانفر فر فرمودن که علاوه بر 175 صفحه اینترنتی منتسب به داعش که از سوی تلگرام حذف شد پلیس فنا نیست تعدادی از سایت ها و پروفایل های منتصب به اونها رو حذف کرد و از این تعداد 108 سایت در خارج بودن ایشون متق... میگوید که 53 حامی تفکر داعش رو هم دستگیر کرد یه نکته من براتون بگم تا متوجه بشید که امروز نرسیدم من راجع به سوریه و عراق و بقیه به سوریه اینو بگم که نزدیک 120 نفر دعوت شدن به ریاض میرن و دو روز قرار بنشینن و از میان خودشون یه تیم درست بکنن که بتونن مذاکره بکنن با دولت از همه گروه هم هستن از همه گروه هم توشون هستن و 15 مجموعه رزمنده هستن به اضافه اون گروه های اساسی حسابی که در واقع اعتلاف ملی و اپوزیسیون هست اونجا حضور دارن هیئت و تنسیق هست هیئت هم بستگی که اونا هم خواهند بود و همینطور شخصیت های مستقل متاسر شدم دم آقای برهان قلیون نمیتونه بره ای کاش بود او آدم خیلی حسابی هست و بعد این نکته رو اضافه بکنم که در گیرودار اوضاع احوالاتی که ما شاهد هستیم در سرزمین خودمون اتفاقایی هم داره در دوروبر ما رخ میده مثلا در یمن در عدن فرماندار عدن کشته شد روز قبلش رئیس یک دادگاه کشته شد داعش این رو قبول کرد ولی نیروهای وابسته به دولت میگویند که علی عبدالله صالحه که به اینا پول میده و اینا رو بسیج کرده چون داره شکست میخوره از اینا استفاده میکنه به حال یمن روزهای بدی رو میگذرونه ناامنی حتی در مناطق آزاد شده وجود داره و این اسباب تأثیر و تأسفه در مصر مرحله دوم انتخابات هم تموم شد ظاهرا جرال سیسی علاقمندی که آقای عدلی منصور رئیس دیوانالی کشور و رئیس جمهوری موقت رو در اون دوران موقت او رو به ریاست مجلس انتخاب بکنه نام امر موسا هم برده میشه اما میگویند احتمال این بسیار کمه به حال مصر پارلمان هم دارای پارلمان شد آقای ساویریوس که قبطی هست و ثروتمند مصری حزبی درست کرده که این حزب بالاترین تعداد کرسی ها رو بیش از 50 تا به دست آورده اسلامی ها شکست سنگینی خوردن غیر از اخوان مسلمین بقیه شون هم سلفی هم شکست خوردن. ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برف راشته بود علیرضا نوریزاده تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سباره.